وزارت خارجه انگلیس در حال برنامه ریزی برای اضافه کردن طالبان به لیست گروه های تروریستی ممنوعه به منظور دل سرد کردن انگلیسی ها برای پیوستن به این گروه است. پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس از مقام های این کشور خواسته تا طالبان را به این فهرست اضافه کنند تا شبه نظامیان انگلیسی که با این گروه در افغانستان به سر میبرند و بعد به انگلیس برمیگردند تحت پیگرد قرار گیرند. دیلی میل روز یک شنبه گزارش کرد که پاتل عصبانی است که طالبان پیش از اینها به صورت رسمی ممنوع نشده چون ام 5 پنج هشدار داده بود که از زمان سقوط کابل به دست طالبان در اوایل ماه جاری میلادی احتمال خطر هدف قرار گرفتن توسط این گروه شبه نظامی بسیار زیاد شده است. یکی از منابع به روزنامه دیلی میل گفته برخی به افغانستان می تا توسط طالبان تمرین و آموزش داده شوند و ممکن است به کشور برگردند و حملاتی را انجام دهند. دیگران هم ممکن است خانواده هایشان ببخشید دیگران هم ممکن است خانواده هایشان را نیز با خودشان ببرند و در افغانستان و تحت حکومت طالبان زندگی کنند طالبان بر اساس مفاد توافقنامه با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال گذشته میلادی قول داده که به القاعده و سایر سازمان های تروریستی اجازه ندهد تا در داخل قلمرویی که کنترلش را بر عهده دارد فعالیت کنند آمریکا موافقت کرد تا بر اساس همان توافق از افغانستان خارج شود و امید داشت که خطر تهدیدهای امنیتی علیه قلم روی آمریکا را کمتر کند. ممنوعیت طالبان بر اساس قوانین انگلیس به معنای این است که عضویت یا حمایت از این گروه می تواند برای انگلیسی ها تا چهارده سال حبس در پیداشته باشد. انگلیس گفته که عجله برای برسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان افغانستان ندارد و این گروه را به واسطه اقداماتش قضاوت می کند نه حرفهایش